با تشدید شیوع کرونا بعد از نوروز 1400 و پایان سفرهایی که بدون تعطیلی و هیچ منعی انجام شدند، ستاد کرونا گفته از 21 فروردین به مدت 10 روز باید تعطیلات سراسری اجرا شود تا شاید تب کرونا در حدود 260 شهرستان قرمز کشور پایین تر بیاید. اما صاحبان مشاغل قرار گرفته در رده‌های شغلی 2 تا 4 این اقدام را ناعادلانه می‌دانند و شاید به همین دلیل هنوز بسیاری از آنها راضی به تعطیلی کامل مغازه‌های خود نیستند. ولی با این حال تردد در معابر و به ویژه گذرهای تجاری بسیار کمتر از روزهای قبل به نظر می‌رسد. اول اینکه 85% این راسته و صنف ما اکثراً مستاجره. یکی از مهمترین مواردی که باعث میشه ما بیایم اینجا و مغازه‌مون رو به صورت زیرپوستی الان باز کردیم و مشتریامون رو داریم به صورت تلفنی و نیمه حضوری را میندازیم، به خاطر اینکه ماه به ماه اجاره های ما چون خیلی سنگینه و باید پرداخت بشه مجبوریم بیایم. ما 15 روز اول عید و تعطیل بودیم، خب همه سال همین جوریه. از سال قبل ما مثلا اون 15 روز رو سعی میکنیم پر بکنیم اجارهشو، و به امید اینکه 15 روز نیمه بعد فروردین رو بیایم کار بکنیم باید بیایم، که الان میگن 10 روز نه 2 هفته است. تا 2 هفته میگن آقا صنف 1 باز باشه خدمات، بله. صنف 2 مایم، ما زنجیره وار به تولید کننده ها وابسته ایم. تولید کننده ها خرید کردن و میخوان شروع بکنن. بازار مثل زنجیره، این نیست که مثلا صنف 1 ببنده صنف 2 باز باشه، صنف 3 ببنده صنف 4 باز باشه. کی میخواد جوابگوی چک های ما باشه؟ کی میخواد جوابگوی دیون ما باشه؟ ما به هر حال یه سری هزینه ها داریم اینجا. ما میتونیم کم بخوریم، باشه، کم هزینه میکنیم، ولی آیا کسی هست بیاد به یکی آقا ما 80 میلیون تومان اجاره این مغازه که 4 نفر دارن کار میکنن باید اینو پر بکنن، کی میاد جوابگو باشه؟ ساب ملک میگه آقا بستی قرارداد، بستی، سر ماه با چیکشم پاس کنی. ما میگیم چش، بالاخره باید تعطیل کرد دیگه، بالاخره مریضیت یه جوری شده که باید تعطیل کنیم. یعنی جون آدم که عزیز سر نیست که، بالاخره شهری نیست، تعطیل میکنه. الان بازار کامل تعطیله؟ تعطیله الان، بله. اومدیم ما کارهای اداری داشتم، اومدم انجام بدم برگردم. میدونید پارسال چه پولی از این بدبخت مردم گرفتن، چی کاشون برگشت خورد؟ که گفته بودن ما نمیگیریم، در صورتی که گفته ما نمیگیریم، ولی با این حال گرفتن. برد 3-4 همه پولا رو گرفتن از مردم، از حسابشون کسر کردن. اگه واقعا کرونا هست و میگن کرونا هست نباید بیرون میرون، پس چرا تو 15 روز عید قرنطینه نکردن، مسافرت‌ها رو آزاد گذاشتن؟ واقعا اگه کرونا هست، صف 2 کیلومتری 3 کیلومتری مرغ کرونا نداره، مترو کرونا نداره. اگه واقعا راست میگن جون مردم میخوان، راه ها رو ببندن، کاملا ببندن. پس میخوان جریمه بگیرن، بانک ها رو ببندن. من یک بازاری وقتی بازار بسته چجوری چکمو پاس کنم؟ اگر بانک رو ببندن، با آبروی من 20 سال چک داریم، شخصیت و حیثیت آبروی منو زیر سوال میبرن. به نظر میرسه که مغازتون تعطیله، پس حضور خودتون اینجا به چه علتیه؟ ببین ما یه سری شرایط کاری داریم، از جمله که کارا باید از قبل آماده بشه، سفارشات مشتری هست و اینکه یه پروسه‌ای داره این در واقع از زمان سفارش تا تحویل، و اینکه اکثر فروشگاه‌های اینجا شرایطشون جوری نیست که بتونن 1 ماه تعطیل بشه، با توجه به تعطیلی قبل از در واقع عید ما داشتیم و بعدش این تعطیلات کرونا. 90% 85% فروشگاه‌های اینجا اجاره میدن. زمانی که به ما گفته میشه آقا بیاین ببندید، این هزینه ها رو اصلا هیچ کی جوابگو نیستش. ترافیک سطح شهر سر جاش هست، شلوغی مترو سر جاش هست. چرا؟ چون هیچ کس برنامه ریزی خاصی نکرده برای این تعطیلی. به نظر شما این فروشگاه یا تک تک فروشگاه اینجا رفته آمدش بیشتره یا بانکی که بازه؟ زمانی که من میدونم چکم باید پاس بشه، اجاره باید داده بشه، بیمه باید پرداخت بشه، مالیات دارایی باید پرداخت بشه، با چه شرایطی باید بیام اینجا رو ببندم؟ چیکار باید بکنیم؟ این حرف خیلی از این بچه هاست. تنها موردی که این نوع تعطیلی برای ما داره شلوغی پیاده رو هست. تک تک کسبه این منطقه اومدن توی پیاده رو وایسادن، موبایل به دستن، تلفن به دستن، و فقط چششون اینه که آقا اگر حالا از در واقع قسمتی که مسئول این کار میان تذکر بدن، یکم که کرده بکشن پایین. این بدتر کرده شرایطو. اگر واقعا شما میخواید مهار بشه، اگر واقعا شما میخواید شرایط درستی باشه، اول بانک رو ببندید، بیاید به کسبه بگید آقا بیمه رو این کار میکنیم براتون، مالیات دارایی این کار میکنیم براتون. یه امنیتی داشته باشه، امنیت فکری داشته باشه که با خیال راحت بره به اون منطقه برسه، بره به خونه بشینه، بله مهار بشه. و اینا تمام خانواده داریم، جونمون رو دوست داریم و راضی نیستیم این شرایط.
ولی پشت سر ما کسی به ما امنیت نداده. من فکر میکنم اینجا نهایتاً 5% همکار ما نیومده باشن. 95% توی فروشگاه هست. فکر کنم اگه ببندیم خورده سخت میشه اوضاعمون. کرونا چی؟ کرونا هم که حواسمون به پروتکل‌ها رعایت میکنیم، همه چیش رو. فقط یه خورد بارگیری‌های امروز رو میخوایم انجام بدیم، دست کامل باز نیستیم. اگه این لابلا اتفاق مشتری چیزی باشه جواب میدیم، ولی اگه نباشه خورد بارگیری داریم، باید اون کار رو انجام بدیم. خب الان همسنفای شما وقتی ببینن شما باز هستین اونا میان باز میکنن دیگه، این دوره میشه همون روند قبلی. اتفاق اونا همین جور شکل ما هم. یه سری خرید کردن که باید تحویل مشتری بدن و همون باید یه خورده کارامون انجام بدیم بعد مغازه ها بسته شه. ولی به نظر من اگه میومدن اطلاع میدادن که از قبل یک هفته قبل میخوان تعطیل کنن ما کارامون انجام میدادیم. اطلاع ندادن دو روز قبل ما گفتم ما دو روز قبل نمیتونیم کارامون اوکی ما ده روز سهله، یک ماه میبندیم، دو ماه میبندیم قطار رو، هواپیما رو، ما اتوبوس ها رو، اینا رو جلوش رو بگیرن. مثلا دقیقه 90 اومدن جاده بستن، عید نبسته بودن، همه رفتن. قرنطینه این نیست که دورکاری ادارات دولتی باشه بعد بازاری نباشه، صنف یک خدمات باشه صنف دو نباشه. خب اونم آدمی زاده، اونم تو این جامعه داره زندگی میکنه. جوابگو اینه، اگه قرنطینه است کلا ببندن. قرنطینه یعنی اینکه کلا بسته بشه دیگه، یعنی هیچ رفت آمدی نباشه. بیان ارتش بیاد بگه آقا خونه نیا بیرون، آب میخوای، نون میخوای، غذا میخوای، دارو میخوای، یه نفر وایسه بیاد بره خرید بکنه. ولی من از صبح میام بیرون میبینم همه اصناف بازن، یا نیمه بازن یا بازن، یا میان رو کرکراشون میزنن. آقا به صورت تلفنی انجام میشه. سال گذشته هم 15 روز اومدم بستن، همین بازار بود. نهایتش اینه که من میگم آقا باز میکنم، اصناف میخواد بیاد جریمه بکنه، 5 میلیون تومان جریمهشو به تم میخرم. دیگه از غرق شدن که بدتر نیست. من مجبورم کار بکنم، هزینه‌هامو پر بکنم. این مشکل برای همه کشورهاست، نه فقط ما. واکسن یه نوع پیشگیریه، قرنطینه یه نوع درمانه. منتها خب مراجع ذی‌صلاح هستن، میدونن، وزارت کشور خودش میدونه، وزارت بهداشت خودش میدونه، میدونن مشکلش چیه و چاره درمان هم میدونن. ولی به صورت مثلا حالا قصر شکانی دارن عمل میکنن، خب این مسائل پیش میاد. من یه انتقادی کنم از دولت، اگه میخواست این کلن به قول معروف کرونا تا حدودی جمع شه، حداقلش این بود که تعطیلات عید و جاده رو میبست. ما تعطیلات عید رو بسته بودیم، کما اینکه بخوایم مثلا به قول معروف بعد از همکاری کنیم با مردم، با مسئولین، تعطیلات عید رو بستیم که بیایم بعد از تعطیلات بفروشیم. اجاره مغازه هست، کارگر هست، هزینه آب و برق هست، هزینه مالیات هست. الو ایحال اومدم هم پروتکل ها رعایت میکنم، ولی اومدیم بفروشیم، چون چیزی به قول معروف نه خدایی نکرده بیان خلافی کنیم، نه کاری بکنیم، اومدیم بفروشیم. دولت آیا میتونه اجاره رو بده؟ آیا بانک ها بسته است؟ نه. هر موقع بانک بسته میگن از 6 نفر بانک 2 نفر نیان. این که نشد. من چک منو یه ماه دیگه، 2 ماه دیگه آیا بانک میتونه تقبل کنه؟ نه. همون موقعی که بره برگشتشو میزنه. کاسب بغل دستیمون، کاسب روبرومون همین به قول من مشکلاتو دارن. این راهش این نیستش که بیان همه مغازه رو بعد از 2 ماه ببندن، یه مقدار آمار بیاد پایین، دوباره بخوان آمار دوباره مثلا برای باز کردنش دوباره بگن خب حالا نارنجی شد، یه مقدار دیگه به قول معروف شرایط فرق کرد، از فلان ساعت تا فلان ساعت. نه، این اینجوری نیست. باید مسئولین به فکر باشن، مردم هم تا جایی که تونستن شک نکنید را اومدن. در حالی که مسئولان ستاد کرونا بر اجرای این تعطیلی اصرار دارند و نسبت به بالا رفتن تعداد فوتی‌های روزانه به بالای 1000 نفر هشدار می‌دهند، اما تعدادی از کسبه بازار بزرگ و دیگر مناطق تجاری تهران چند سوال مهم در سر دارند. چرا بانک‌ها بازند؟ چرا تسهیلاتی برای مغازه‌دارانی که مجبور به تعطیلی هستند در نظر گرفته نمی‌شود؟ اجاره مغازه و دستمزد کارگرها از کجا باید پرداخت شود؟ همین پرسش‌های بی جواب باعث شده بسیاری از کسبه یا روز خود را در مغازه‌هایی سر کنند که کاملاً بسته‌اند، یا روبروی مغازه‌های خود در پیاده رو بنشینند و به تعطیلی کسب و کارشان با حسرت نگاه کنند.